چقدر قشنگ. سلام دکتر. سلام خانم دیرینی، خوبی؟ قربونت برم، تو خوبی؟ تو پایی دوباره. سب کن. هی بهش میگم سب کن، هی باز حال احوال میکنه. خوبی؟ درست احوال پرسی کن. باشه، چجوری احوال پرسی کن؟ حال شما خوبه؟ حال شما خوبه. سلامت هستی؟ سلامت هستی؟ خانواده خوب هستن؟ چاقی؟ خانوادتون خوبه؟ تو آدم نمیشی. نه خیلی خیلیم آدم هم. من دکتر خفنم، استادم در همه زمینه ها. حالا گوش کن. به چی میخندیدی؟ به چه مطلبی؟ آخه گوش کن، گوش کن. یادت میاد تو مدرسه این جملات رو شنیدی؟ گوش کن. بی سر و صدا وسایلتون رو جمع کنین، با صف برین، تو حیات امروز معلم نداریم. آخی یادش خیلی، یادش خیلی، یادتونه تو نیمکتا باید سه نفری میشستیم، بعد موقع امتحان باید نفر وسطی میرفت زیر میم. یادمه نو که مداد قرمز سوسمار سوسماریمون خورد، وقتی زبون میزدی خوش رنگ تر مینمه. وای آره، صورتی میشد، پرنگش هم پخش میشد. یادت موقع امتحانا باید بین خودمون کیف میذاشتیم. آره. داد تراشای رومیزی مود شده بود. آخه هر کجا یعنی خیلی با کلاس بود. یعنی پاک کنه که داشتیم، یه طرفش آبی بود یه طرف قرمز، اون طرف آبیش اصلا نمیفهمیدیم به چه درد میخوره. میگفتم به درد پاک کردن خودکار میخوره، ولی هر دفعه این کارو میکردیم کاغذ پاره میکردی یا سیاه و کثیف میکرد. یادمه گوشه پایین ورقای دفتر مشقمون نقاشی میکشیدیم، بعد تونتون ورق میزدیم میشد انیمیشن. آره یادمه. آره یادت زنگ تفریحمون که تموم شد مامور آب خوری دیگه نمیذاشت شاب بخوریم. آره یادت تو راه مدرسه اگه یه قوطی پیدا میکردیم تا خود مدرسه شوتش میکردیم. آره دقیقا. یه چیز دیگه یادت، معلم میگفت برو گچ بیار، انگار مشعله المپیکو داده بود در دستم. راست میگی. حالا ریاضیدانای شهر ما به این نچه. ببین یه چیزی شنیدی؟ خبر جدید شنیدی؟ بله، خانم ایرانی که خانی جایز. واو بابا راف دادی. بله بله. چی فکر کردی پیش خودت؟ فکر کردی فقط تو از همه چی خبر داری؟ خانم میرزا خانی با افتخار ما ایرانی ها هستن، از همینجا بهشون سلام و درود میفرستیم. خب همه کارتون تموم شد، من خواستم یه چیز دیگه بهت بگم. بفرمایید. خانم میرزا خانی تبریک میگیم، به همه ایرانی هم تبریک میگیم، اما ریاضیدان ها تو شهر ما به یه نتیجه رسیدن که اگر قرار بود بفرستن نتیجهش حتما جایزه رو به شما نمیدادن، به ریاضیدان های شهر ما میدادن. بله بله، فکر چی؟ ریاضیدان های شهر ما به این نتیجه رسن که پله های برقی تعدادش غیر قابل شمارشه. خودی دیدی؟ اما ریاضیدان های شهر تو همچنان دارن میشمارن. یعنی پا میزن حال تو جا میارن. عمرن حالا من جا بیارم. ریاضیدان های شهر ما خب یه چیزی اختراع کردن که اگر میفرستادن خانم میرزاخانی جایزه نمیگرفت. چی؟ باور میکنی؟ آره. ریاضیدان های شهر ما به این نتیجه رسن که پله های یه پله برقی غیر قابل شمارش است. خسته نباشی. چی خسته نباشی؟ ریاضیدان شهر تو که هر روز دارم میشمارم پله ها رو. درست حرف بزن، این چه وضع حرف زدنه؟ در حق نداری در مورد شهر ما صحبت کنی. تو حق داری. اگه راست میگی در مورد شهر خود آبادان صحبت کن. رو کردی ولک، من آبادانی هم. بفرمایی. ما آبادانی ها ترس نداریم، برای خودمون هم جک میگیم. میخوای جک بگم؟ بفرمایید. از آبادانیه میپرسن، آبادانیه میگه دیشب آبادان زلزله اومد 11 ریشتر. خب رفیقش میگه واه پس آبادان با خاک یکی شده. آبادان میگه با ولک، مگه بچه ها میذارن؟ ما آبادانی ها ترس نداریم، برای خودمون جوک بگیم. شما ترس داری. آبادانی ها از یه خبرنگاره از آبادانی ها میپرسه جمعیت آبادان چقدره. آبادانی ها در جواب میگه با هومه بکن یا بدون هومه. میگه خب با هومه آبادان چقدر میشه؟ میگه با هومه میشه 75 میلیون. حال کردی؟ آبادانی میره توی کتاب فروشی میگه ولک پوستر ما داری؟ کتاب فروشی میگه نه. میگه وای تو هم تموم کردی؟ حال کردی؟ یه تهرانی و آبادانی داشتن اعدام میکردن، یه تهرانی و آبادانی رو. خب تهرانی داشته مثل بیت میلرزیده، آبادانی با خونسردی تمام نگاش میکنه به تهرانی میگه کام مگه بار اولته؟ یه آبادانی وسط خیابون ایستاده بود، یهو میبینه سیل داره همه جا رو میگیره، عینک رایبرش رو در میاره میذاره رو دمپایی ابریش. خب خول میده رو آب، میگه تو خودت رو نجات بده، ما یه خاکی تو سرم میکنم. دیدی ما آبادانی ها ترس نداریم. ما آبادانی ها ترس داریم. آبادانتون دلت هم بخواد 500 تا شعر در مورد آبادان خوندن. آبادان شهر وفا، غروب شب وفا، شهر ما شهر وفا، عروس خلیج فارس. خدا بزرگ.